امروز در بخش حال شما در مورد فولیک اسید صحبت میکنیم که چی است و شاید شما نامش شنیده باشین و در مکتب هم توضیح میشه بر شاگردان مکتب، خصوصا در مکتب های دخترانه بسیار عام‌تر هست و از طرف کارمندان صحی توضیح میشه بر دخترها، میگن که روز یک تابلت فولیک اسید شما بخورین. امروز دکتر کریم الله سرگند مهمان ما هستند، متخصص داخلی عمومی، و میخوایم صحبت کنیم در مورد فولیک اسید. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام بر شما، صبح شما بخیر، صبح تمام همکارای عزیز شما بخیر. صبح خوش آمدید جناب. تشکر. بین کمی در رابطه با خود فولیک اسید بگوین که چی هست. خب انسان به خاطر بقای خود به غذا ضرورت داره و جزء از غذاها مانند کربوهیدرات، پروتئین و شحم است. تکمیل کننده از این غذاها مینرال ها و ویتامین هاست. فولیک اسید در اصل خود یک ویتامین است که ویتامین B9 میشه که بیشتر است برش بگویم. فولیک اسید به خاطر ساخت حجرات و بقای حجرات بسیار مهم و حیاتی است. یعنی تو آمیانه صحبت کنیم، چون مردم اکثرا در این وقتا با فولیک اسید روبرو هستند، در فامیلا چون اطفالشون میگیرن. یعنی عضویت انسان از ارگان‌های مختلف جور شده، هر ارگان باز انساج مختلف داره و این انساج باز حجرات مختلف داره، شاید به میلیون ها. هر حجره به انقسام ضرورت داره، یعنی تقسیم میشه، هر حجره به رشد ضرورت داره و هر حجره به نگهداری ضرورت داره. فولیک اسید در نگهداری از اینها بسیار مهم است. فولیک اسید در رشد از اینها بسیار رول حیاتی و مهمی را ایفا می نماید. پس تنها نیازی را که فولیک اسید تامین میکنه همین مواردی است که شما گفتین یا موارد دیگه را هم در بر میگیره؟ خب زیادتر شما اگر می خواهید که یک حجره زنده داشته باشین و خوبتر رشد کنه و خوبتر به زندگی داشته باشه، طبیعی شما ضرورت دارین که فولیک اسید داشته باشین. فولیک اسید ما زیاد شنیدیم میگن فولیک اسید برای کم خونی است. چون از خاطر از اینکه حجرات سرخ خون اینها به انقسام ضرورت داره، بعد از 120 روز تقریبا 3 ماه بعد حجرات سرخ خون کاملا تعویض می شود، تغییر میکنند، یعنی نو میه حجرات سابقه از بین میره. و به خاطر انقسامی از اینها، مثلا این حجرات که باید تولید شوه، شما ضرورت به فولیک اسید دارین. پهلوی دیگه چیزا که ذخایر آهن است که شما آهن باید داشته باشین به صورت کافی و پهلوش باید شما فولیک اسید هم داشته باشین که این حالت صورت بگیره. کمبود فولیک اسید در ممالک پیشرفته زیادتر در اطفال و در سنین پایین محسوس نمی شود. میشه که در حالتی که اگر رژیم غذایی نامناسبی داشته باشند و یا امراض سیستم هاضمی بسیار پیشرفته داشته باشند، ممکن کمبود فولیک اسید را احساس کنند. چون فولیک اسید در غذا موجود است، اکثر انسان ها وقتی که غذای عادی را میگیرن فولیک اسید شاید تامین میشه، مثل ترکاریجات و سبزیجات و از اینها استفاده میکنند، فلهاز فولیک اسید پیشان موجود است. چون نامش هم از سبزه گرفته شده است، این نام اساسیش که به اصطلاح لاتین است از سبزه گرفته شده. مگرم در دنیای که ریسرچ شده و سروی شده، در حدود 469 میلیون خانم مثلا به کمخونی دوچار هستند که اکثر دلیلشان مو عادت ماهواره که در ماه یک بار می داشته باشد، دلیلش او هستند که زیادتر آهن اینها ضایع می کنند. به خاطر از اینکه شما یک آهن خوبتری را داشته باشین و در ذخایر آهن بهتری را حفظ کنین، شما باز پهلوی آهن به فولیک اسید ضرورت دارین که فولیک اسید استفاده کنین. در افغانستان هم سروی هایی که شدن که خوب من فکر می کنم خیلی مشکل است که ارقام دقیق را به دست بته، حتی بیشتر از این که دولت میگن که مثلا 40% از خانم ها کمبود آهن دارن و کمبود کمخونی دارن به نوع آهن و ضرورت است که مثلا آهن بگیره و فولیک اسید بگیره، برشان ضروری است. من میگم بیشتر از اینها خواهد بود در افغانستان، چون امکانات دسترسی بسیار کمتر است. بله جناب دکتر صاحب، بجای از این که ما از فولیک اسید استفاده بکنیم، از غذای روزمره که ما استفاده میکنیم، میتونیم همون چیزی که بدن ما نیازمند است همون نیازهایش رو برآورده بسازیم؟ البته یه در حالتی که یک خانمی که میخواه حمل بگیره متاسفانه نمیتونه، با هر چی رژیم غذایی که میگیرن شما ضرورت دارین پهلوی از او یک فولیک اسید مناسب دیگه این بگیرین که برشان. و خانم هایی که در جریانی که حمل دارن، یعنی طفلک دارن، اونها ضرورت دارن در خصوص در 3 ماه اول، چون اکثر ارگان های طفل جور میشن، ضرورت به یه دارن که فولیک اسید باید بگیرن.
با وجودی که غذای مناسبی را میگیرن و از او غذا اول فکر نمیکنم در انسان به او شکل غذا را آدم استفاده کرده بتونه او رژیم غذایی که ضرورت است. حتی در معمولی که نهایت پیشرفته میگه که خانم غذای خوبتر از برای خوب رژیم غذایی که در او ترکاری و سبزیجات زیادتر باشه بسیار خوب است که در او ترکاری و سبزیجات زیادتر داشته باشه و در جریان حمل و قبل از او و در وقت شیردهی خانم ها مثلا ضرورت داره که تا 6 مرتبه غذا بگیرن، یعنی غذای بسیار زیاد بگیرن که متاسفانه اکثریتش گرفتن نمیتونه و یا اشتها نمی داشته باشن، امو عادتی که ایجاد میشن باعث دلبدیشون میشه و یا نمیتونن غذا استفاده کنن. فلهذا به غذاها و منرال های اساسی مانند فولیک اسید ضرورت دارن. مثلا پهلوی ازو به کلسیم هم ضرورت داره که ما امیدوار هستم با خانم های عامله مثلا کلسیم و ویتامین دی که 89% ایاد بیشتر از 89-90% خانم ها کمبود ویتامین دی داره. ایام یک وقت در یک بحث و یا یک مسئله شامل شد و وزارت صحت عامه بر از این مکتب وجود جدی کنه. خب در مکاتب دخترانه تابلت فولیک اسید توزیع میشه، اما خیلی از خانواده اطلاعات کافی ندارن و دودل میشن در مورد از اینکه آیا این تابلت ها استفاده شد و دخترایشان این تابلت ها را بخورن یا نخورن، کدام نقص دیگه برشان نرسانه و هزار گپ دیگه که در ذهن مردم عام ما و شما وجود داره. در مورد از این بر ما بگوین که بدون نسخه تابلت هایی که به دخترها توزیع میشه استفاده کنن در مکاتب؟ اول خود ما بگوییم که متاسفانه در افغانستان هم تبلیغات منفی بسیار زود ذهنشین میشه در ذهن مردم. فولیک اسید هیچ نه و مشکلی را ایجاد نمیکنه، ولو که اگر شما از حد نرمال اضافه استفاده بکنید. در صورتی که ما متعقین هستیم که دختر خانم هایی که در اوج موجود هستند اکثر از اینها کم خون هستند و برای اونها یک نیاز اساسی می باشند، ما وزارت صحت عامه من حیث یک مسئول و بعدش وزارت معارف من حیث یک مسئول این اقدام نیک کردن و برای اونها توضیح میکنن و متاسفانه بعض وقت با میبرزن استفاده رو میکنن که کار نهایت نادرسته هستن، چون عکس مشکل کلان نی هستن که خانم هایی که حمل دارن و خانم هایی که شیردی میباشن اکثرا دسترسی به کلینیک می داشته باشن، یعنی یک بار حتما با دکتر روبرو میشن، از این خاطر اونها فولیک اسید شروع میکنن. خانم هایی که در مکاتب هستن و دسترسی به کلینیک ندارن و وزارت صحت عامه اساسی سرویره که در اساسی پروگرام را که ایجاد کردن دلیلش اینمی بوده که برای اینها داده شده و فولیک اسید پهلوی از بسیار فواید دیگه ایم داره. مثلا مردها میتونن فولیک اسید استفاده بکنن، یعنی فقط بر زنان بر زنان نیست. نیستن مثلا مردها میتونن خود، چون خانم ها زیادتر یادآوری کردم از نگاه عادت ماواری که دارن بسیار خون مواد غذایی و خون را ضایع میسازن و اونها ضرورت اشد دارن که باید بگیرن. مثلا سروی های صورت گرفتن، ریسرچ های صورت گرفتن، کسایی که فولیک اسید زیادتر میگیرن سکته های قلبی بسیار کمتر پیشان دیده می شود، کسایی که فولیک اسید میگیرن بسیار کمتر سکته های مغزی پیشان دیده می شود، کسایی که فولیک اسید میگیرن رشد بسیار خوب می داشته باشند و هیچ گونه خستگی احساس نمی کنن. و حتی ما طرفدار عزیزم که کمبود آهن یا انیمیا یا همین کم خونی در اطفال که در مکاتب هستن باید زیر نظر گرفته شود، از خاطر از اینکه هیچ موجودیت امو وارمی که در روده ها می باشه در طفل ها، گرچه آلی در مکاتب بعض گلی ها میتن که مثلا ممکن من دل مسائل پیشان نباشن که اونها اکثرا کم خون می باشن، یعنی طفل های نازنینی که بچه هستن اینها هم اکثرا متاسفانه کم خون می باشن که در اونها در دیگه دنیا بسیار کمتر دیده می شود. ما مسائل فیکس دیگه دنیا را در این محیط بسیار مشکل است که تطبیق کنیم. شاید در مکاتب امریکا فولیک اسید توزیع نشه از خاطر از اینکه اوج هر طفل سالانه یک بار چک میشه. او چک اپ دارن در اینجا. خب ما ایتو مریضا و ایتو اشخاص برای ما مراجعه میکنن سنش به 55 سالگی 60 سالگی میگه بار اول است که ما مثلا با دکتر مراجعه کردیم مثلا میخوایم معاینات کنم. این دیگه ما نمیتونیم خود مقایسه کنیم یا احساس از رو بریم. این در جهان سیمون بسیار کار درست است. استفاده از فولیک اسید برای همه لازم است دکتر؟ بسیار، و این کار بی نهایت نیک. یکی از کارهای نیک دولت افغانستان اکادمی دولت یادآوری کنیم میمیست که توزیع فولیک اسید آیران است. پلوی از آیران هم میتا، آهن هم میتا، کردوش یک جایی میتن و این بسیار کار نیک است. میزان و مقدار تابلت های فولیک اسید معمولا چقدر است و بعد کدامش استفاده شود؟ خب اصلا ما به فولیک اسید روزمره کسایی که حمل نمیگیرن، یعنی خانم هایی که حمل نمیگیرن و یا حمل ندارن و یا شیردهی نیستن به 300 میکروگرام ضرورت دارن و بعد از او به 400 میکروگرام ضرورت میشه. این ضرورت روزانه ای هستن که خانم گرفته بتونه. اگر از بتونه از رژیم غذایی بگیره که ما مطمئن نیستیم که کار کرده بتونه در افغانستان،
این خب بگیرن بهتر است، مگر متاسفانه این کار صورت نمیگیره. و دوم کدام آرزی جانبی نداره فولیک اسید اگه شما استفاده بکنید، صرف اگه بسیار مقدار زیاد استفاده بکنید در تشخیص کمخونی نوع ویتامین B12 کم یک کمخونی میته در تشخیص زور شما رو به مشکل روبرو میسازن، یعنی یک معذرتش باز پسندتر شده میتونن. از این خاطر ام 300 میکروگرم اگر اینها روزانه گرفته بتونن بسیار کار نیک هستن. من فکر میکنم در مکاتب به شکل هفتوار میته و این کار بسیار نیک هستن و باید استفاده بکنن. خود سر استفاده شان برای ضرر دارد دکتر سوید؟ ولی به خود در شرایط فعلی اگر ما زیاد که خب اگر در طبابت ما به لیتراتورها و به مقیاس های طبی که در امریکا نوشته میشه در اروپا ما مراجعه کنیم، این کار به حالت میشه که یعنی بدون موارد شما باید هیچ چیز استفاده نکنید. مگر در افغانستان هر خانومی که فولیک اسید و آهن استفاده میکنه و یا غذاهایی که فولیک اسید و آهن داره استفاده میکنه کار نهایت درست و نیک است. امکان داره کسی به تابلت های فولیک اسید حساسیت داشته باشه؟ بایرن بسیار زیاد به فولیک اسید دخیر، یعنی بایرن میشه که یک خانم حساسیت کنه، مشکل پیدا کنه و میشه که با دکتر مراجعه کنه. این جزء مواد غذایی است. مگر اگر مقدار بسیار زیاد آیرن گرفته شود، آهن گرفته شود، طبیعی است که باز عواقب ناگوار می داشته باشه. یعنی در آهن ما کمی باید دقت محتاط باشیم و دقت در کار باشه. گرچه در افغانستان یک سروی در افغانستان نشده بوده، یک سروی در مناطق مانند افغانستان که پاکستان و بنگلادش و هند شده بودن که در اونجا هم خانم‌ها اکثرا کم خون می بودن، یک دلیل کم خونی هم چای سیاه که در جذب آهن بسیار مختل میکرد یافته بودن که باید چای سیاه کمتر استفاده کنه. خانم ها چون بسیار زیاد چای سیاه استفاده میکنن و جذب آهن مختل میکردن زیاد کم خون بوده. بله در پایان دکتر صاحب حرف پایانی تان در رابطه با استفاده از فولیک اسید چیز به کسایی که تا حال استفاده نکردن؟ خب ما اول خود کسانی که خانم هایی که البته بحث زیاد سر خانم ها هستن چون زیاد کم خون اونها میباشن، خانم هایی که پیش دکتر صاحبا مراجعه میکنند خصوصا بخش نسایی ولادی طبیعی که به اونها برشان تجویز میکنند، اما تجویز شده ادویه خود باید استفاده کنند، طبیعی برشان فایده داره و پروگرام های ملی که یک دولت میسازند مردم باید حمایت کنه و از او باید استفاده کنه و استقبال کنند، چون اونها با آینده طفلشان نگران میباشن، با آینده طفلشان فکر میکنند و مسئولین هستند و او خود مسئول میپنداره مثل وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت در وقتا فکر کردم حج اوقاف هم به خاطر از اینکه تبلیغاتشون به شکل مثبت گرایش پیدا کنه داخل پروسه شدن، من میگم که اینها باید از این استفاده کنن و زیاد منفی گرایی نکنن، کسی ضرورت ندارن که بر اینها تابلت های بتن و هم در مکاتب تحت یک حکومت و اون به اطفالشون نازنینشون ضرر داشته باشه. خیلی هم سپاسگزار هستم. شکر از شما. خوش آمدین جناب دکتر سرگرم. خب وقفه میگیریم، بعد از وقفه برمیگردیم در بخش سخن زن.